جبهه متحد ارتجاع و بخش ولایت فقیه در عراق علیه اشرف و مجاهدانش. همه می دانند که رژیم و بخش ولایت فقیه در دولت عراق 7 سال است به هر شیوه و با انجام هر جنایت و رذالتی برای برچیدن و انحلال و متلاشی کردن اشرف تلاش می کنند. از آدم ربایی تا ترور 55 واسطه و کانال تدارکاتی، از ترور شخصیت‌های سیاسی عراقی مدافع اشرف مانند آیت الله قاسمی تا شیوخ و رؤسای عشایر مانند شیخ فائز و شیخ سامر و شیخ کامل دبیر کنگره همبستگی مردم عراق، از انفجار لوله‌های آبرسانی و انهدام ایستگاه آب تا شلیک موشک‌های کاتیوشا، از محاصره و تحریم و قطع دیدارهای خانوادگی تا گروگانگیری و کشتار روزهای 6 و 7 مرداد. تا اینجا را همه می دانند، اما رژیم و همدستانش به غایت می کوشند تا با پرده ای از دود مکتوم بماند که خامنه ای و شرکا و دست نشاندگان چرا این کارها را در مورد اشرف محصور و بدون سلاح انجام می دهند و این امر با سرنگونی و قیام چه رابطه ای دارد. در ظاهر و در سطح معلوم نیست که اصلا چرا جبهه ارتجاع و متحدان ولی فقیه باید اینقدر از گروهی محصور در بیابانهای عراق بترسند. چرا باید اینقدر در مورد آنها خط و نشان بکشند و آنها را در همه جا مطرح کنند؟ چرا باید در 3 دور مذاکره آمریکا و رژیم در عراق در خرداد و مرداد و آذر 1386 نخستین اولویت مذاکرات برای رژیم موضوع اشرف و مسئله مجاهدین باشد؟ آنقدر که وال استریت جورنال پارسال از قول چندین دیپلمات که درگیر گفتگوها بودند نوشت: مقامات ایرانی سالهاست که سرکوب سازمان مجاهدین را به یک اولویت در مذاکراتشان بر سر مسئله هسته‌ای یا موضوعات دیگر با کشورهای غربی تبدیل کردند. این موضوع بر اساس اظهارات چندین دیپلمات که درگیر در این گفتگوها بودند می باشد.